2 آبان 1400 خبر فوت 4 کودک 6 تا 12 ساله در روستای بنو اسحاق در شهرستان چابهار منتشر شد. کودکان در محله گودبرداری یک بنا مشغول بازی بودند که ناگهان دیواری خاکی بر سر آنها فرو ریخت و 4 کشته و 3 زخمی به جای ماند. آقای جدگال، پدر علیرضا و عموی اسلم که هر دو از کشته شدگان هستند، گفت: خودمان خاک‌ها را با دست کنار زدیم و بعد از 1.5 ساعت به جنازه بچه‌ها رسیدیم. هیچ نیروی امدادی به کمک ما نیامد. با بیل هم نمیتوانستیم خاک برداری کنیم چون میترسیدیم به بدن بچه‌ها برخورد کند. مردم پس از اینکه دیدن قرار نیست کمکی از جایی برسد، سراسیمه به سمت گودال دویدند. لحظات نفسگیر و دلهره‌آوری بود. خانواده‌ها در نهایت توانستند بچه‌ها را از زیر آوار بیرون بیاورند، اما متأسفانه جنازه 4 کودک پیدا شد. یکی دیگر از اهالی این روستا نیز تأکید کرد که این گودبرداری غیرقانونی و ناایمن بوده و از اینکه هیچ سازمانی نسبت به پلمب بنا اقدامی نکرده عصبانی بود. استم جدگال، علیرضا جدگال، محمد طه درجتنگ و دانیال پیلپایه اسامی کودکانی است که تنها جرمشان کودک بودن و بازی در مناطق محروم است. سرانه فضای ورزشی در استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان پهناور ایران به ازای هر شهروند تنها 53 سانتی متر است و پایین ترین سرانه فضای آموزشی در استانهای ایران نیز متعلق به همین استان است. کمبودهایی که باعث می شود تا کودکانی که می بایست اوقات فراغت خود را در فضاهای امن ورزشی و آموزشی بگذرانند، از خرابه ها و اماکن ناامن سر در بیاورند. در کنار چنین حوادثی، هوتک که مانند گودالی به عنوان ذخیره آب روستانشین ها و حیوانات استفاده می شود و همچنین گاندوها فقط در 2 سال گذشته موجب مرگ دست کم 10 کودک در استان سیستان و بلوچستان شدند. آماری که شاید در دنیا کم نظیر باشد، اما از سوی مدیران استانی و کشوری چاره‌ای برای مقابله با آن اندیشیده نشده است. استانی که اکثر ساکنین آن به آب آشامیدنی و گاز شهری دسترسی ندارند، شهرسازی و زیرساخت اصولی برای زندگی آسان وجود ندارد و گرد و غبار موجود در هوا نیز آنها را به کام مرگ میکشاند. معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته بود 3 علت اصلی مرگ کودکان 1 تا 9 ماهه در این استان بیماری‌های تنفسی، ناهنجاری‌های مادرزادی و سوانح و حوادث است. موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان، به ایران وایر گفت: قطعاً نکات ایمنی باید رعایت می‌شدند و برای آن دیوار خاکی محافظ قرار می‌گرفت یا با ایجاد حصار مانع از ورود کودکان به آن محل می‌شدند. پس در اینجا متهمین باید در دادگاه حاضر شوند و در صورت اثبات جرم به قتل غیر عمد متهم می‌شوند. برزین خلیفه‌لو افزود: به هر حال این کودکان مجبور شدند برن اونجا بازی کنند. خب قطعا اگر مکانهایی برای بازی بچه ها وجود داشته باشه، معمولا کودکان نمیرن به سمت جاهایی که محل بازی نیست. خب در کنوانسیون حقوق کودک و همچنین در قوانین داخلی ما داریم که کودکان حق بازی کردن و گذراندن اوقات فراغت خودشون رو دارن. به همین ترتیب در همه به اصطلاح مناطق کشور دولت ملزم است که مکانهایی برای تفریح و بازی کودکان به اصطلاح تدارک ببینه، گرچه خب این مسئله در این اتفاق نمیشه مسئولیت حقوقی رو بر عهده دولت گذاشت، ولی به هر حال هر اتفاقی خب یک سری نتایجی داره. نتیجه این اتفاق هم اینه که ما میتونیم بگیم دولت در اینجا به وظیفه خودش مبنی بر ایجاد مکانهایی برای بازی عمل نکرده است.